اگر شما مقاربت‌های جنسی نامسئول داشته باشین، اگر شما شریک‌های متعدد جنسی را بر خود انتخاب بکنین و به فسق چنگ بزنین، منفی کسایی که مریض است در پولی که از لحاظ روحی خود خراب میکنین، امکان داره مصابه بیشتر از 12-13 مریضی مقاربتی شوید و میبینی که کتی یک کس رابطه جنسی نامسئول داشت و ایره برام ننگونه کوکل یوریت رایتس میگن از ترخ تناسلی چرک آمده میره و سوخت شدید در پایپ ادرار تجربه میشه. خب چی کنه؟ هر جای دنیا فایده خودا که داره، ما عیب خودم داره. گاهی اوقات باز آدم به می وطن خود در همین شرایط که هست شکرگزار می باشم. چرا طور من میگم؟ امروز ما یک تحقیق را ساعت 3:30 بجه صبح بگیم یا شب مطالعه کردم که 65 میلیون نفر در ایالات متحده امریکا مصاب امراض STD هستند یا Sexual Transmitted Disease، امراضی که از زن به مرد، مرد به زن در جریان مقاربت های جنسی نامسئول انتقال میکنند و هر سال 19 میلیون نفر این امراض مصاب میسازد، یعنی تعداد واقعات از این روز بر روز در حال گسترش است. دم وقت اذان صبح بود، یک شکر خدا را به جای آوردم، گفتم پروردگارا بدون شک شکر نعمتت نعمت تفزون میکنن و اگر من به نعمت های دست داشتید کافر بکنم، بدون شک نعمت مرا گم میکنن. من امروز میخواهم در مورد STDs صحبت کنم یا STIs، Sexual Transmitted Infections، Sexual Transmitted Diseases، امراضی که پیش کسای زیادتر شیوع می داشته باشه که عیاش هستن. صحیح؟ یعنی کسایی که خواسته یا ناخواسته شریکای جنسی متعدد می داشته باشن. ولی یادتان باشه که مرضات تنها در افراد اشخاص نیستن که شریکای جنسی متعدد داشته باشن. بعضن یک فرد است خودش هیچ ملامت نیست، آدم با تقوا زهد داره، ولی ببینی که مصاب ایت میشه. یا یک شریک جنسیش داشته خبر نبوده، مثلا خانمش در یک آرایشگاه خود تتو کرده یا مثلا ابروی خود چینده، پل مونتن اینجا خورده، ای ایدز گرفته. مردکه بیچاره چی خبر؟ وقتی که نزدیکی میکنه ایران میگیره، با وجود که خودش آدم با تقواست، زهد داره، شریک جنسی متعدد نداره. نمیشه که هر کس ما در زیر یک انتروال مورد مثلا سوال قرار بدیم، ولی معمولا این امراض از جمله امراض STD است. ضرور نیست که یک فرد حتما خودش شریک های جنسی متعدد داشته باشه. یعنی معمولا از طریق مقاربت جنسی انتقال میکنه. خوشویش پیش کسایی که تماس های مقدمی داشته باشن، تماس های فمیل سیکسی می داشته باشن، شریک های جنسی متعدد می داشته باشن، هم جنس باز هستن و تن فروشی میکنن، پیش از این افراد اشخاص بیشتر هست. اگر شما مقاربت های جنسی نامسئول داشته باشین، اگر شما شریک های متعدد جنسی را بر خود انتخاب بکنین، اگر شما سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را عملی نکنین بچگه که مورد گفتم نکنین و رو بیارین به خوشگذرانی و به فسق چنگ بزنین، در پلی از این که خود از نگاه روحی خراب میکنین، منفی مکسایی که مریض است خود ایگه پا عادت کده، منفی کسایی که مریض است در پولی که از لحاظ روحی خود خراب میکنین، امکان داره مصاب بیشتر از 12-13 مریضی مقاربتی شوید. امیدوار هستم که این سگمنت ما از سر روی تان عرق را سر نده. درست؟ بیشتر از 12-13 مرض از طریق مقاربت های جنسی نامسئول به شما انتقال میکنه. اگه خوش میشی یا خفه من میگم برات دیگه. یک، چیز را به نام زخهای سیستم تناسلی میگن. ما یک ویرس داریم به نام هیومن پاپیلوما ویرس. هیومن پاپیلوما ویرس که از جمله ویرس های دینی هست، بیشتر از 180 نوع داره. بعض از انواع زی امکان داره سبب زخها در قضیب
در بیزه، در فرج و در محبل یک زن شوند و قضی با بیزه را در مرد موف کنند. چانس سرطان مقعد پیشتان زیاد میکنه، چانس سرطان عنق رحم پیشتان زیاد میکنه، چانس سرطان آلت تناسلی را در مرد افزایش میده. Human Papilloma Virus یا HPV و کلانترین طریقی انتقالش مقاربت جنسی نامسکون است. یک، سوری. دو، ما چیز داریم به نام زیگیل یا تبخال آلت تناسلی. هرپس سیمپلکس ویروس یا HSV وقتی که ما رو در جوی قرار بگیرد تو تایپ های هرپس سیمپلکس ما داریم که عبارت از HCV 1 از HCV 2 هست. کلانترین طریق انتقال از این به تماس آمدن غشای مخاطی فرد منتن با غشای مخاطی به طرح مثال کسی هست که در غشای مخاطیش عدم تمادی موجود باشد. چه دهن باشد، چه طرق تناسلی باشد، چه محبل باشد، چه فرج باشد، چه مقعد باشد. HSV 1 معمولا سبب بلس پلسی میشه، دانت کج میشه و HSV 2 معمولا سبب تبخال تناسلی میشه که به نام هرپس جنیتالیس میگن. HSV 1 معمولا تبخال لب وجود میاره که به نام هرپس لبیالیس میگن. اگرچه تبخال در تاسوس مرض اروتیما مولتی فارم رول داره، در تاسوس انسفالایتس هم رول داره، در تاسوس مننجایتس هم رول داره، در تاسوس بلس پلسی هم رول داره، در تاسوس ازوفاجایتس هم رول داره. ولی یکی از جمله امراض ساری هست که از فرد ملوث به فرد سالم امکان داره توسط مقاربت جنسی انتقال کنه و تبخال در حالت تناسلی مرد همچنان به وجود بیاید. هرپس سیمپلکس ویروس و تایپ 2. 3. در نتیجه مقاربت های جنسی نامسون چانس مصابیت کلمایدیا پیش شما زیاد می باشه، چانس مصابیت گونوریا پیش شما زیاد می باشه. مرد و زن چرک در طرق تناسلیش به وجود میاد، طرق تناسلیش بویناک می باشه، بوی مایی گنده را میته. در ضمن از افرازات نسایی افراد اشخاص می داشته باشند، مقاربت های جنسی امکان داره دردناک باشه، افرازات قیهی زیاد هسته و در پلوی از او امکان داره که چانس اقامت چی در مرد چی در زن بیشتر بسازه. و اطفال که از مادرایی که مصاب گونوریا و کلمایدیا است وقتی که به دنیا میاد امکان داره سینا بغلا، امکان داره مننجیت، امکان داره به طور مثال سپتیسیمیا و امکان داره کوری را تجربه بکنن. پس پیش از حمل گرفتن باید این دو انتان که کلمایدیا تروخماتیس و در پلیز و نایزر یا گونوریاس رد شد. شما را از پیش سفلیم سکلیت مرض دیگه که در سر مقاربت های جنسی نامسون انتقال میکنه به بارد سفلیس است. شکی با مرد سفلیس. عامل سفلیس سپایروکیت و بکتریای گرام نگتیفی است که به نام تروپانوم پلادیوم میگن. تروپانوم پلادیوم معمولاً به اشکال مختلف تحسس میکنه. ما سفلیس ابتدایی داریم، ما سفلیس ثانوی داریم، ما سفلیس ثالثه داریم، ما به طرم سال سفلیس مخفی داریم. این دفاع وصفی مرض سفلی را به نامش کنکر میگن یا شنکر میگن. دستای کنتون داخل شده یک زخمک به وجود میاد، این زخم استاد سخت کلان میسازه، بغلای زخم برجسته میشه، معمولا در زنا در فرج و در مردا امکان داره که به طرم سال در نوک قضیب موجود باشه، چرک داده میره، درد نداره. اینا به شنکر یا کنکر میگن. تداویش بنزاتین پنسلین است، فوراکیش دوکساسیکلین تتراسیکلین. با کدام دوست پیش دکتر برید؟ یکان ظالم از روی هستی سگمنت های من نسخه میگیرن. او برادر در اونجا سعی که در سر سگمنت نشته است که سلب مسئولیت. این سگمنت ها بهتر امسال به این نیست که از طریق قضی شما خود خودتان تداوی کنین و دانش هزار دکتر زیر سوال برین. کل دنیا خود یک دکتر قیز نیست. هر کس هر مرض تخصصی که داره باید پیش دکتر خود بره و همش باید پیش منابع. هدف ما فقط آگاهی نیست. از این باید شما خوش شوین ولی از این سوء استفاده نکنین. آفت دیگه خطرناکی که در سیر مقاربت های جنسی نامسون امکان داره که به ما انتقال کنه ایدز است. اکوایرد ایمیون دیفیشنسی ویروس سیستم دفاعی میزنه سرکوب میکنه، حجرات دفاعی کار کرده دیگر نمیتونه. عامل از ایچ آی وی است. هیومن ایمیون دیفیشنسی ویروس، ویروس سرکوب کننده سیستم معافیتی یا تناقض زنده سیستم معافیتی. دو تایپ ایچ آی وی ما داریم، ایچ آی وی 1 ایچ آی وی 2. یک ویروس آرنهی بس شدت ساریست. آفات انتانی دیگه که در سر مقاربت های جنسی نامسئون در زنها امکان داره تحسس بکنه عبارت از کاندیدیاس طرق تناسلیس، کاندیدی البیکانس رشد میکنه، مریض خارش نسایی میداشته، پیش مریضای شکری زیاد هسته، افرازات قیهی میداشته باشه، مقاربت جنسی دردناک است و فرجش نهایت تخریش پذیر میباشه. امکان دارد تروکومنیاس وجینالس پیش افراد به وجود بیاید. امکان دارد پیش فرد باکتریال وجینوسیس به وجود بیاید. وجینا یا محبل
خود کاملا باکتریایی ساخته باشه، یعنی عدم توازن ایجاد شود بین فلورای نرمال و بین باکتری های پاتوجن یا مولد مرض. یه افراد اشخاص افرازات قیی دارن، افرازات بویناک داره، مقاربت جنسی ها دردناک است، در پلیازو لذت رابطه در دو طرف مورد میگیره. آفت دیگه که در سر مقاربت های جنسی نامسئول امکان داره در نزد افراد اشخاص انتشار پیدا بکنه و 65 میلیون نفر در ایالات متحده آمریکا مصاب بسازه، ای که در افغانستان چقدر نفر داره ایره ما نمیفهمیم، جتو نیست که کلگی فرشته باشه. ما شما در قارب مسلمانی بسیار بعضی ما دور از آسرام مردم های فاسق و فاجر هستیم. خدا از این جمله ما را نسازه. آفت دیگه که در سیر از انتقال میکنه عبارت از مرضی است به نام کیسینگ دیزیز، مرض ماچ. جالب است که برد مرض ماچ چیزایی که میگم هوایی نمیگم، بگی گوگل کن کیسینگ دیزیز مرض ماچ چی مانا. یکی از جمله ویرس های است که طریقه بیشتر انتقال فقط لاب دهنه. گلاس که دمیدان ما خورد، اگر تو را پس خوردی و به تو انتقال میکنه در سطح کلام خراشی دگی در دانت موجود باشه. و کسایی که مقاربت جنسی نامسون داره یا که مثلا یک مادر اگه وایرس داشت تو که خود که دانش مات کرد بر از اون انتقال کرد، وقتی که دو پارتنر یا به اصطلاح گرفرند و بایفرند یا هر بلا و بتر که هستن یا مثلا زنوشو یا هر چیزی که بودن کیس وقتی که کدن از طریق لاب دهن وایرس اپستین بار اپستین بار وایرس از سری قلاب دهن از یک فرد به فرد دیگه انتقال میکنه و سبب مرض مونا میشه یا infectious mononucleosis. این رو بنام kissing disease میگن یا مرض ماچ. علتش اپستین بار وایرس. آفات دیگه که امکان داره در سیر مقاربت های جنسی نامسون از یک فرد به فرد دیگه انتقال کنه و عبارت هپاتایتیس هست، هپاتایت ویرسی، امراض التهابی کبد، خصوصا نوع هپاتایت بی و ای. یکی از طریقه انتقال هپاتایتیس بی مقاربت های جنسیه نامسئول هست. پس اگر شما شریک های جنسی متعدد داشته باشین، هیمن پپیلوم ویرس شما را میگیره، هرپس سیمپلکس ویرس شما را میگیره، کلمیدیا شما را میگیره، در پلیازو به ترمسال ترایکومونس واجیناس شما را میگیره، باکتری واجینوس شما را میگیره، به ترمسال اچ آی وی ایچ میگیره تان، در پلیازو امکان داره سفلیس شما را معوف کنه، امکان داره که زردی هپاتایت ای و بی شما را معوف سازه. و یک چیز دیگه نان گونوکوکال یوریترایتیس است. یک فرد میگه دکتر سی بزنی پایپ ادرار من چرک آمده ریس وی پایپ ادرار من یک رقم سوخت که در ریس که حد و اندازه نداره. خود پرسان میکنی میگه بدر خیرت است خانمت مشکل داره نداره؟ میگه والا خانم یه طور گپا خونه ایست خود دیروز پری روز اینه طور یک اشتباس پیش ما سر زده است، پیش منی است، پیش ظالم. و میبینی که کتی یک کس رابطه جنسی نامسون داشت و ایره برام ننگونه کوکل یوریترایتس میگن از ترخ تناسلی چرک آمده میره و سوخت شدید در پایپ ادرار تجربه میشه. خب چی کنیم؟ اول زهد و تقوا اختیار کنیم. دو، به سنت پیامبر تن داده و نصف ایمانتان را ایمان کامل بسازید. سه، شریکای متعدد جنسی نداشته باشین. چهار، یک سکس پارتنر سالم براتان انتخاب کنین و اون به طریق مشروع. اگر کسان یهود و نصارا و ایمه گپاس و ایگپا برش مهم نیست، هم شریک جنسیت باید کسی باشه که در موردش مکمل معلومات داشته باشه که سرتیفیکیت پیش باشه که نیگپا را نداره. حتی در جاهای تنفروشی که در کشورهای خارجی هست، یک نفر وقتی که میره باید HIV، هپاتایت بی، در ضمن از سفلیس، این موضوعاتش رد شده باشه. در غیر از اون در مکان هم قرار نمیمانن. همی رد استریت و لایت استریت این گپا بیایی که دمو امستردام از کجا سده مثلا چند نیچاو که اندوستان این موضوعات یا خب چیزایی هسته که در فیلم ها بر ساخته شده. این فیلم گنگوبای بود چی بوده که بسیار جایزه گرفت از یک دختر الیابت که هست، او فقط در سر از این تن فروشی است که یک تن فروش هست تا به یک آدم بزرگ سیاست مدار تبدیل میشه. فیلم بولیود و هالیوود از بیادرت نمونده فکرت باشه. استاب خدا کمک به موضوعاتی که زیاد آدم گمراه نکنه شاد میکنیم. دیگه این موضوعات عام هست، حتی این موضوعات اونجا مراعات میکنم به خاطر که بیادر قند نزنه سیستم اگر ورد نسازه. در پلیازو کاندوم باید استعمال شوه. کدام بعد اگر کدام دفعه میکنی اول خو شما میفهمید که از لحاظ موضوعات شرعی انسان باید به زنا تقرب نکنه چه رسه به کردنش. ولا تقرب الزنا، تقرب نکن او ظالم دیگه. خب اون تقرب این همی از یک چشم سهل کدن شروع میشه تا به گپکان و مسجکان یا به این تقرب نکن کدنش خب بیادر قند
گپ کلان است از جمله گناه های فوق العاده کبیره بزرگ که در قرار بندی در گروه 34 می اگر کدام وقتی بد کده بودی یادت باشه که بهتر مثال کاندوم استفاده شود. ضرور نیست که مثلا در مقاربت های جنسی نامسون باشه. خانم یک فرد مثلا تبخال تناسلی میگیرد، زخای تناسلی میگیرد، کاندوم باید استعمال شود. کاندوم مردانه زنان ولی کاندوم زنانه ترجیح داده میشن تا یکی از تماس حالت تناسلی مرد به زن چنان بمر بیاید که صد و مانع و پرده در بین از اینا ایجاد شود. نقطه چهارم، دولتی که پریگابلین زدی، دولت که ترامادول زدی، دولت که تابلت کا زدی، دولت که الکل زدی، دولت که چرس و سیگریتی زدی، نشست یا بچه کل کل ندیدی میگه با فرق است تو کل و کور استی تو. تو وقت که بیادر بزرگوار سر تگ فشار آمد درار تا میره به می خاطر در اون وقتا باید مقاربت جنسی صورت نگیره. بعد خو کدی هو وقت تو نمی فهمه که کاندوم در کجاستی، در کجاست، در کجاست. مقاربت جنسی میکنی یک بعد خو از نگاه مثلا مشروباتی گپا کدی، بعد دیگر بیادر بزرگوار حالت برتیجات میشه. اگه چایوی که گرفتی دیگه بیادر خندم بشی سوزن بزنده کندو و در پلوی از او کوشش بکنین که چنگ به دینتان بزنه. بدلتان نکا بکنین، ازدواج های شرعی داشته باشین و از این فسق و فجایا برالایی که خود نگاه میکنین کوشش کنین که از پخش و نشر فحشا در جامعه اجتماع پهمت بیارین. در غیر از او شما میفهمین، گناه کبیرش میفهمه و این 20 مرضی که براتون گفتم میفهمه. شما هم در کاتگوری از 65 میلیون میفتیم که همیال مسابه استیدی هستن. خداوند ما را ابتدا از فسق و فجایی نگاه کنه، در پهلوی از او اگر کدام وقت اشتباه بس پیش کسی صورت گرفته خداوند تو دعایش و توبیش قبول بکنه و در پهلوی از او اگر باز می بد کرد مصاب از اینی مرضا نکنیش. گفته ام ملا صاحب اگر باز هم هدایت نشد ما نمیگه خدا نیست نابودش کنه، خدا باز هم هدایت کنه، باز هدایتش کنه، باز هدایتش کنه تا ای که بخیر دنیا گل و گلزار باشد. تا دار بعد الله حافظ.